روز دوشنبه 22 خرداد 1396 نشست جانبی 35 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان وضعیت حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو سوئیس به همت دکتر حسن نایب هاشم و خانم آینده آزاد از سازمان حقوق بشری سودویند برگزار شد. در این نشست نیما حسابیان به عنوان نماینده نوکیشان مسیحی، رضا امیری نماینده هموطنان اهل تسنن، سیمین فهندش نماینده هموطنان بهایی در سازمان ملل متحد، دریا صفایی به عنوان نماینده بانوان ورزشکار، نادر زندی سخنران در ارتباط با اعدام‌ها در ایران، ژاله تبریزی نماینده زنان تحت خشونت در ایران و علی عباسی زاده نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر شرکت داشتند. در این نشست نیما حسابیان گزارشی در ارتباط با مشکلات زنان مسیحی در ایران و خشونت‌ها و تبعیض‌هایی که بر آنها تحمیل می‌شود ارائه داد. Presentation I'm hoping to give you an overview of the engagement of Iranian women as new Christians and how they risk their lives and their beauty to defy the foulness of theocracy in Iran. More than 30 years have passed since the triumph of revolution in Iran, yet remains a number of questions and ambiguities about the way the Islamic Republic and its laws deal with the contemporary problems and restrictions, specifically with regard to women and their rights. Every aspect of women's existence is closely regulated, how they must dress in public, the subjects they can study at university, restriction on their traveling abroad, and the jobs they are allowed to perform in workplace. Even worse, if they are members of ethnic and religious minorities or have converted to another religion, they have to contend with the gender inequality twice as high as ordinary female citizens. آنگاه رضا امیری با توصیف وضعیت اسفبار زندانیان اهل تسنن در زندان رجایی شهر گزارشی را در این ارتباط برای حضار قرائت کرد و گفت زندانیان اهل تسنن که نام زندانیان گمنام را بر خود نهادند بدون تفکیک جرائم در کنار زندانیان خطرناک به سر می برند. در اکثر موارد از حق داشتن وکیل و تماس با خانواده محروم می باشند و بهداشت، تغذیه، عدم دسترسی به درمان و ارتباط با محیط بیرون سبب مرگ خاموش این زندانیان مظلوم است. طبق قوانین بین‌المللی شرایط زندانیان فارغ از هر جرم و اتهامی که به او وارد است باید منطبق بر کرامت انسانی و از استانداردهای جهانی برخوردار باشد. سال هاست که جمهوری اسلامی به دستور مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه به سرکوب و حذف زندانیان عقیدتی اهل سنت مشغول است. با پرونده سازی برای عده زیادی از معتقدین اهل سنت، آنها را به اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه های سلفی و مشارکت در ترور، دستگیر و شکنجه کرده و سپس در دادگاه های چند دقیقه‌ای برایشان حکم اعدام صادر و اجرا می شود. بر اساس ماده 183 از قانون مجازات اسلامی، کسی که برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می باشد. در حالی که به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تا کنون هیچ مدرکی دال بر اقدام مسلحانه این افراد در دادگاه ارائه نشده است، تعداد زیادی اعدام شدند و یا حکم اعدام گرفتند. بیشتر این زندانیان از مناطق کردنشین و غرب کشور هستند که در بازداشتگاه اطلاعات و در زندانهای دور از محل سکونتشان نگهداری می شوند. در زندان رجایی شهر کرج که یکی از ده ها زندان مخوف به شمار می رود، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد در شرایط سخت و نامناسب نگهداری می شوند. آنها بدون تفکیک جرائم در کنار زندانیان با جرائم خطرناک به سر می برند. سیمین فهندش با اشاره به قتل آقای فرهنگ امینی به دلیل بهایی بودن و آزادی قاتلان ایشان توسط قوه قضاییه گزارشی از نقض مستمر حقوق هموطنان بهایی توسط نظام حاکم بر ایران را ارائه داد. In September 2016, a 63-year-old Baha'i man by the name of Mr. Farhang Amiri was murdered outside his home in the city of Yazd
where his family had long resided. The two men who had come to his house the night before pretended to want to purchase his van. The next evening, they came back and asked for Mr. Amiri again. When he came to the door, they violently stabbed him multiple times. The two murderers, who were brothers, were found by local shopkeepers as they tried to run away and were delivered to the police. During their interrogations and court hearings, they admitted to having killed Mr. Amiri because he was a Baha'i. They claimed that his murder was in fact a pious deed, justified by verses of the Holy Quran. They showed no remorse and on the contrary appeared to be prepared to kill other Baha'is as well once they were released. Still having heard this, the judge decided to release them on bail, and now they have been released recently. در بخش دیگری از این نشست، دریا صفایی با اشاره به مشکلات کلی زنان در ایران، گزارشی از وضعیت بانوان ورزشکار ایرانی را ارائه کرد و گفت با وجود حجاب اجباری هیچگاه بانوان ورزشکار ایرانی نمی توانند در شرایط عادلانه و مساوی در مسابقات ورزشی شرکت کنند. Of Iranian women nowadays, they are discriminated on the base of everyday life and also in the law of Islamic Republic of Iran. They have lots of problems, like they should have always a male guardian who permits to do the things or not to do. Like this, even they cannot travel without the permission of their father or after the marriage of their husband. And this makes their life very difficult because even for working and studying, they should have the permission of the masculine guardian, which is first the father and after the marriage, the husband. But let's talk about also the professional female athletes in the sport world, which also face a lot of discrimination. As you know, after the revolution of 79, we didn't have any sport female sport for female athletes. But in the 90s began that they again could participate the sport world, but not in the swimming or gymnastic or the other things that they can, like they couldn't participate. But anyway, nowadays we see the athletes which are really successful, like Kimia Alizadeh. But she tells us also that she has done everything herself. She did not have the support from the federation or from the government. All the things was done by herself. نادر زندی به وضعیت اعدام‌ها در ایران پرداخت و با ارائه گزارش کاملی گفت از آغاز سال جدید میلادی 227 نفر در ایران اعدام شدند که 4 نفر از آنها نوجوانان و 4 نفر نیز در ملأ عام به دار آویخته شدند. دسته یکی از اعدامیان در زندان عادل‌آباد شیراز را 2 هفته قبل از اعدام قطع کرده بودند و هم اکنون 16 نوجوان دیگر در صفحه اعدام می باشند. با وجود ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال در قوانین بین‌المللی حقوق بشر به اعدام نوجوانان ادامه می دهد و شاهد آن بودیم که در سال 2016 در ایران 5 نوجوان اعدام شدند و دست کم 78 نوجوان دیگر در صف انتظار برای اعدام قرار دارند که همین امر باعث نگرانی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری شده است. متأسفانه از ابتدای سال میلادی جدید 227 اعدام در ایران تا 5 ژوئن 2017 صورت پذیرفته است که از این تعداد 84 اعدام مربوط به جرائم قتل می‌باشند که از این تعداد اعدام 4 اعدام در ملأ عام، اعدام 3 نوجوان به نام‌های آرمان بحر آسمانی، حسن حسنزاده و شخصی به نام اسقر که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. متأسفانه در یکی دیگر از اعدام‌ها که در زندان عادل‌آباد شیراز صورت پذیرفت، فرد اعدامی حدود 2 هفته پس از قطع دست اعدام شد. از سوی دیگر تعداد 138 اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر، 7 اعدام مربوط به جرائم تجاوز به عنف که از این تعداد 2 نفر در ملأ عام اعدام شدند. 4 اعدام مربوط به جرائم محاربه که اعدام هر 4 نفر در ملأ عام صورت پذیرفت. ژاله تبریزی نیز گزارشی در ارتباط با اعمال خشونت
و تبعیض علیه زنان ارائه کرد و گفت اصل مخالفت با سند 2030 این است که نمی‌خواهند حقوق زنان را رعایت و به آن احترام بگذارند. به نقل از دیدبان حقوق بشر، زنان مواردی از آزار جنسی و اعمال سلیقه‌ای قوانین تبعیض‌آمیز برای پوشش را گزارش کردند. در همین رابطه دیدبان حقوق بشر هم از ایران خواسته که باید فوراً قوانین جامعه علیه تبعیض تصویب کند، مقررات تبعیض‌آمیز در نظام حقوقی کنونیش را حذف کند و حفاظت‌های قانونی را توسعه دهد تا شامل زنانی شود که در بازار کار شرکت می‌کنند. شایان ذکر است که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس شریعت نوشته شدند و تطبیق این قوانین با قوانین بین المللی برابر حقوق زنان با مردان در تمام زمینه‌ها عملاً امکان پذیر نیست. اما دیدبان حقوق بشر فقط به بخشی از زنان اشاره می کند، ولی در ایران زنان به درجات مختلف نسبت به خواستگاه طبقاتیشون مورد تبعیض و آزار و خشونت واقع می شوند. قوانین زن ستیز همچنان پابرجاست و به موضوع زنان غیر فارس در ایران پرداخته نمی شود یا کم اهمیت جلوه داده می شود. زنانی که هم اقلیت مذهبی هستند و هم غیر فارس هستند، این زنان چندین برابر مورد تبعیض قرار می گیرند. جمهوری اسلامی به این شکل کاملا واقف است، به این مشکل کاملا واقف است و به همین دلیل هم با توسعه پایدار تا 2030 یونسکو مخالفت می کند، چون زنان ملت‌های غیر فارس در ایران می توانند به قسمتی از خواسته هایشان با قبول اصول توسعه پایدار برسند. یک زن بلوچ، کرد، لور، عرب، ترک، ترکمن، قشقایی و غیره بنا به موقعیت جغرافیشون به امکانات رشد دستیابی ندارند. نصف بیشتر این همینطور فرهنگ سازی نمی شوند. در نهایت علی عباسی زاده نماینده انجمن جهانی حقوق بشر گزارشی را در ارتباط با نقض مستمر حقوق بانوان ایرانی توسط نظام حاکم بر ایران ارائه کرد و گفت قوانین جاری در ایران گرچه نام اسلامی بر خود دارد، ولی کاملا برخلاف اصول اساسی قانون اسلامی مبتنی بر تبعیض میان زن و مرد است. علی عباسی زاده گفت در ایران مردان از لحاظ شغل و موقعیت اجتماعی جایگاه برتری نسبت به زنان دارند و یکی دیگر از موارد بارز تبعیض جنسی در ایران عدم آزادی مسافرت برای زنان شوهردار به صورت تنهاست و این به این دلیل است که قانون زن را به عنوان یک فرد انسانی مستقل نمی شناسد، بلکه او را به صورت یک نیمه انسان وابسته به امر شوهر قلمداد می کند. در ادامه توجه شما را به گوشه هایی از گزارش علی عباس‌زاده نماینده انجمن جهانی حقوق بشر جلب می نمایم. قوانین موضوع جاری در ایران اگرچه ارتباط با اسلام می باشند، اما برخلاف اصول اساسی اسلامی بر تبعیض میان زن و مرد قرار دارند و حقوق زن و مرد به طور متساوی و یکسان در اونا مراعات نشده و لحاظ نشده است. مردان به لحاظ امکانات کار و شغل و حتی به میزان دریافت حقوق برای کار مشابه نسبت به زنان جایگاه برتری تو جامعه ایران دارند. یکی از نمونه‌های بارز تبعیض جنسی عدم آزادی مسافرت برای زنان شوهرداره. یک زن شوهردار تا زمانی که اجازه کتبی از طرف شوهرش را نداشته باشه نمیتونه برای عقص گذرنامه و مجوز خروج از کشور رو بگیره، ولو برای انجام مسافرت‌های دولتی. چون قانون او را نه به عنوان یک فرد انسانی مستقل، بلکه یک نیمه آدمیزاد وابسته به امر شوهر قلمداد میکنه. این امر در مقابل کامل با برابری زن و مرد قرار داره و هرگز اسلام و تعلیمات قرآن چنین اجازه و حقی را به مرد نداده تا زن خود را از مسافرت کردن ممنوع نماید و یا مسافرت کردن اون را مشروط به اجازه و اختیار خود قرار بده. پیداست که در روابط خانوادگی عدم توانایی زن در تصمیم گیری مستقل برای مسافرت یک نقطه ضعف بسیار بزرگ محسوب میشه
و زن را در موقعیت ضعیف‌تر نسبت به مرد و تحت حکم و نظر اون قرار میده. اموری از این دست ریشه در شریعت و قرآن نداره، ولی به علت تکرار توسط فقهای مدافع عرف مردسالاری تبدیل به یک باور عمومی به عنوان یک اصل اسلامی شده. به همین دلیل هست که تو فرهنگ اقشار متحجر و اسلامگرا زن ضعیفه خوانده میشه. آنچه گفته سیستم حقوقی زن در قوانین اسلامی تو ایرانه. گروه‌های اجتماعی و تنوع‌های قومی اعتقادی که دین و مذهبی دیگری جز اسلام حکومتی و متفاوت با مکتب ولایت فقیه در ایران دارند، شهروندان درجه دوم و سوم به حساب میان. به عنوان مثال زرتشتیان، یهودیان، آسوریان، مسیحیان به عنوان اقلیت‌های دینی درجه دوم در قانون اساسی ایران هستند. اهل تسنن اگرچه مسلمانند، اما کاملا زیر رفتارهای مبتنی بر آپارتاید و تبعیض دینی قرار دارند. از اهل تسنن مراعات حقوق چندانی در قانون اساسی نشده. صوفیان و پیروان طریقت و عرفان نیز که اگرچه مسلمان هستند، اما همانند اهل تسنن شهروند درجه یک به حساب نمیان. مساجد اهل تسنن و مجامع اهل تصوف مورد هجوم و تخریب بسیجی‌ها قرار میگیره. بهائی‌ها فاقد حقوق به رسمیت شناخته شده هستند و تعادل نظام قضایی ایران با اونا مانند اجانب و جاسوس هاست. در چنین شرایطی وضعیت زنان وابسته به اعتقادات دینی گوناگون بسیار ناهنجارتره. در بسیاری از موارد مورد سرکوب مضاعف قرار می گیرند، یعنی هم به عنوان پیرو دین و مذهب دیگر و هم به عنوان زن. کافی است که مردی بخواد از همسر خودش جدا بشه و تعهدات قانونی خودش را رعایت نکنه. در این صورت به این بهونه کافیه که از زنش به عنوان پیرو دین دیگه نام ببره و دست اونو بگیره و در وسط خیابون ولش کنه. به گفته شهین مولاوردی، مشاور ریاست جمهوری دولت 11 در امور زنان و خانواده، در ناحیه سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران بسیاری از روستاهای اهل تسنن هستند که مردانشان به طور نسبتاً کامل اعدام شدند و زنان مسئول گردش کار خانواده‌شون هستند. هم باید بچه‌هاشون رو بزرگ کنند و هم کسب و کار کنند تا مخارج فرزندان رو تأمین کنند. در کنار این مسئله، محرومیت و فقر شدید و عدم امید به آینده سبب روی آوردن اقشار مختلف مردم به اعتیاد شده. در میان معتادان زنان و دختران جوان بسیار زیادی هستند. معمولا این زنان پس از درغلتیدن در ورطه اعتیاد به علت فقر و محرومیت و نیاز به تهیه مواد مخدر به روسبیگری و فساد روی می‌آورند و تبدیل به برده‌های جنسی می‌شوند. معمولا فرزندان این زنان و دختران روسبی در خیابان‌ها به دنیا میان و در خیابان‌ها بزرگ میشن و در خیابان‌ها شب و روز سر میکنن که به اونها کودکان خیابانی گفته میشه. کودکان خیابانی بدون سرپرست هستن و در بسیاری از موارد مادرانشون اونا رو به قیمت بسیار ناچیزی میفروشند. پدیده کودک فروشی در ایران بسیار رواج یافته. مادران جوان در همان حالت بارداری و حاملگی فرزند خود را به مشتریان علاقمند به فروش میرسونند. خریداران این کودکای خیابونی و بی سرپرست به روی بدنهای اونا علامتی به صورت مهر داغ میکنند. سپس این بچه ها را کرایه میدن. اشخاص فقیر و معتاد این بچه ها را کرایه میدن تا در کوچه و خیابون و اتوبوس و مترو گدایی کنند و با تحریک حس ترحم عابران برای بچه یتیم به گداها پول بدهند. در میان کودکان خیابانی و زنان کارتون خواب و بی سرپرست، مهاجران و متقاضیان پناهندگی که به دلیل سرگردان پناهندگی فاقد پیش پا افتاده ترین حقوق شهروندی تو ایران هستند و به این دلیل نیز اگر بچه دار شوند طبیعتاً فرزندانشون دارای هیچ گونه هویت اجتماعی نیستند و قربانیان این جامعه نابهنجار می‌گردند. به طور کلی زنان در ایران مورد ستم مضاعف بی‌عدالتی و حقوقی هستند و زنان تنوع‌های دینی و قومی مورد ستم بسیار بیشتر قرار دارند. شکر. Thank you, Mr. Abbasizadeh. Asking them, Mrs. Fahandesh from the
Bahai international community to begin her next speeches about the situation of Bahais in Iran. Thank you. Thank you so much for having me here. Today I will speak about the, as was mentioned, situation of the Baha'is in Iran and their persecution. In September 2016, a 63-year-old Baha'i man by the name of Mr. Farhang Amiri was murdered outside his home in the city of Yazd, where his family had long resided. The two men who had come to his house the night before pretended to want to purchase his van. The next evening, they came back and asked for Mr. Amiri again. When he came to the door, they violently stabbed him multiple times. The two murderers, who were brothers, were found by local shopkeepers as they tried to run away and were delivered to the police. During their interrogations and court hearings, they admitted to having killed Mr. Amiri because he was a Baha'i. They claimed that his murder was in fact a pious deed, justified by verses of the Holy Quran. They showed no remorse and on the contrary appeared to be prepared to kill other Baha'is as well once they were released. Still having heard this, the judge decided to release them on bail, and now they have been released recently. The story of Mr. Amiri casts light on many of the challenges and issues the Baha'is in Iran have been facing for almost 40 years. Firstly, the Baha'is are not officially recognized as a religious minority. The Constitution only recognizes the three religions of Christianity, Zoroastrianism, and Judaism as official minorities. Therefore, the Iranian Penal Code only makes mention of diya, or blood money, and qasas, retributive justice, for Muslims and adherents of these three recognized minorities, and in this way legally deprives Baha'is of the right to seek justice. It also encourages violence against them with impunity. Secondly, in the past 40 years, and especially in recent years, there has been a campaign of hateful propaganda against the Baha'is in the media and in religious sermons throughout the country. In the past few years, the number of news reports, articles, films, and other anti-Baha'i materials has increased in Iran. In a media analysis undertaken by the Baha'i international community between the years 2013 to 2016, over 20,000 such items were documented in the media. In addition, hundreds of religious speeches have been delivered across the country, warning the public against associating with Baha'is and encouraging hatred and violence against them. In the case of Mr. Amiri, we see the very disturbing impact of the extensive negative propaganda against the Baha'is in Iran that has been going on for over 40 years. The impunity that exists in Iran is the result of official government policy to treat the Baha'is, to quote from a government document, in such a way that the progress and development will be blocked. In the early years of the revolution, Baha'is were arrested, tortured, and over 200 of them were executed only because of their beliefs. In the second decade after the revolution, the government shifted its tactics to a more covert social, economic, and cultural restrictions. Today, Baha'is continue to be arbitrarily arrested, imprisoned, their properties are confiscated, their shops are sealed only because they choose to close them on their religious holy days. And perhaps in one of the worst forms of persecution, Baha'i youth are denied access to attend university, therefore being deprived of developing their skills and talents to use for both their own development and the development of their country. Further, Baha'is are denied the right to employment in the public sphere. Unfortunately, on the international stage, Iranian officials continue to deny the persecution of the Baha'is. However, the real motive of all the oppression against the Baha'is, whether veteran or new Baha'is, has now become evident. The officials are no longer able to deny that these acts of discrimination are solely because of their beliefs. What, for example, have Baha'i children done to be humiliated in schools? What crime have Iranian youth committed that they are denied the very simple right to study in university in their own country? What has any Baha'i done to deserve being arrested under baseless verdicts, to be subject to economic hardship because their shops are closed for no other reason than their faith? The Iranian officials can no longer find a plausible answer to why they are so apprehensive about the existence of a dynamic Baha'i community in Iran. The Baha'is in Iran are law-abiding citizens, and as they have shown over so many years of persecution, love their country and wish to stay in Iran and use their capacities to build and improve it.
We hope that this coming year, the Iranian government will finally abide by its own promises of, as President Rouhani has said, creating a just society for all Iranians equally. Thank you. Mr. Reza Amiri is also a human rights activist and a member of Human Rights Defending Association. He himself is a Sunni Muslim, and he's going also to talk about the issue of the situation of the Sunni prisoners in the Rajai Shahr prison. So as long as I know, he has been speeches before the that was said to be done by Sunnis, the terrorist attack to the monument of Khomeini. So, thank you very much. با سلام خدمت تمام حضار گرامی و تشکر از سازمان غیر دولتی سودوین که این وقت رو در اختیار من قرار دادن. طبق قوانین بین‌المللی شرایط زندانیان فارغ از هر جرم و اتهامی که به او وارد است باید منطبق بر کرامت انسانی و از استانداردهای جهانی برخوردار باشد. سال هاست که جمهوری اسلامی به دستور مستقیم وزارت اطلاعات و سپاه به سرکوب و حذف زندانیان عقیدتی اهل سنت مشغول است. با پرونده سازی برای عده زیادی از معتقدین اهل سنت، آنها را به اتهام محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور دستگیر و شکنجه کرده و سپس در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای برایشان حکم اعدام صادر و اجرا می‌شود. بر اساس ماده 183 از قانون مجازات اسلامی، کسی که برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به سلاح ببرد، محارب و مفسد فلارض می باشد. در حالی که به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ایران، تا کنون هیچ مدرکی دال بر اقدام مسلحانه این افراد در دادگاه ارائه نشده است، تعداد زیادی اعدام شدند و یا حکم اعدام گرفتند. بیشتر این زندانیان از مناطق کردنشین و غرب کشور هستند که در بازداشتگاه‌های اطلاعات و در زندان‌های دور از محل سکونتشان نگهداری می‌شوند. در زندان رجای شهر کرج که یکی از ده ها زندان مخوف به شمار می‌رود، تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد در شرایط سخت و نامناسب نگهداری می‌شوند. آنها بدون تفکیک جرایم در کنار زندانیان با جرایم خطرناک به سر می‌برند. این دسته از زندانیان عقیدتی اهل سنت نام زندانیان گمنام را بر خود گماردند، زیرا در موارد بسیار از حق داشتن وکیل و تماس با خانواده محرومند. بهداشت و تغذیه بد و عدم دسترسی به درمان و ارتباط با محیط بیرون سبب مرگ خاموششان در زندان توسط حکومت است. با وجود مبتلا بودن تعداد زیادی از این زندانیان به بیماری‌های گوناگون، دسترسی به دارو و مراقبت‌های پزشکی ندارند. در صورت اعتراض زندانیان به شرایط اسفبار خود و یا داشتن درخواست و مطالباتی نظیر مرخصی استعلاجی، با رفتارهای خشونت‌آمیز مسئولین زندان روبرو هستند و حتی تهدید به مرگ می‌شوند. شایان ذکر است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال فشار به خانواده‌های اعدامیان مانع از افشای نام و مشخصات اعدامی‌ها می‌شود. شکنجه های طاقت فرسایی در مورد این دسته از زندانیان جهت اعترافگیری اجباری اعمال می شود، نظیر وارد آوردن شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن از جمله آلت تناسلی، شکنجه جوجه کباب، آویزان کردن زندانی با بستن پاها به سقف و در حالت قپانی، تشنه نگاه داشتن به مدت بسیار طولانی، تحقیرهای مختلف از قبیل تراشیدن ریش و توهین به مقدسات، جلوگیری از برگزاری اعمال و فرایض دینی و اعدام‌های نمایشی. لازم به ذکر است که پس از ماه‌ها و سال‌ها نگهداری زندانی در شرایط دشوار و بلا تکلیفی، حکم اعدام برایش اجرا شده است. شایان ذکر است که با دستگیری افرادی که تنها نان‌آور خانواده هستند، خانواده با مشکلات متعددی روبرو می‌شود. تهیه مخارج زندگی و هزینه تحصیل فرزندان، همچنین مخارج دیگر و فشارهای روحی روانی سبب آسیب‌های جدی به بنیان خانواده است. از آن گذشته بستگان زندانی به طور مداوم با تهدید و رفتارهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی روبرو هستند. بسیاری از زندانیان در مسافتی بسیار دور از محل سکونت خود در زندان می‌باشند. از این رو خانواده‌هایشان قادر به پرداخت هزینه سفر و دیدار با آنها نیستند. عدم ملاقات حضوری و وقت کافی، همچنین وجود دیوار ما بین خانواده و زندانی در زمان ملاقات، رنج و فشار مضاعف برای خانواده و زندانی می‌باشد. در موارد بازرسی، افراد خانواده حتی کودکان به شیوه روباور صورت گرفته که سبب ترس و بهمیختگی بیش از حد آنها شده است.
همکنون حدود 50 نفر زندانی اهل سنت در اندرزگاه 7 سالان 21 زندان رجای شهر در حبس هستند که 3 نفر از آنها حکم اعدام گرفتند. اسامی آنهایی که حکم اعدام گرفتند بدین شرح است: آقای جمال سید موسوی، آقای عبدالرحمن سنگانی و باردان نصرالله زاده. زندانیان دیگری که در اثر شکنجه در شرایط نامساعد جسمی به سر میبرند: آقای تیمور نادری، فرزاد شاهنظری، فرشید ناصری، ماموسا فرهاد سلیمی، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، قاسم آبسته، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فیروز حمیدی، خسرو شرفی پور و فعاد رضایی هستند. من بعد اینجا اشاره بکنم که این اسامی برخی از این عزیزان بود و من اجازه نداشتم برخی از این عزیزان اسامی کاملشون رو ببرم به دلایل امنیتی که خودشون مایل نبودن. ما از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و تمام آزادی‌خواهان تقاضامندیم که به نام انسانیت از زندانیان اهل سنت حمایت گسترده کنند و ما خواهان توقف اعدام و آزادی تمام زندانیان سیاسی و اقلیتی هستیم. همچنین خواهان پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی به نقض حقوق این انسان‌ها می‌باشیم. با تشکر از شما عزیزان. Mrs. Sarya Safai, she's a women rights activist and the founder of Let Iranian Women Enter their stadiums. So I just don't take more time and give you the floor. Please, Sarya Jan, you have the floor. Thank you. Hello, let me thank you for inviting me. I'm going to talk about the situation of Iranian women nowadays. They are discriminated on the base of everyday life and also in the law of Islamic Republic of Iran. They have lots of problems, like they should have always a male guardian who permits to do the things or not to do. Like this, even they cannot travel without the permission of their father or after the marriage of their husband. And this makes their life very difficult, because even for working and studying, they should have the permission of the masculine guardian, which is first the father and after the marriage, the husband. Women cannot divorce easily, only on exceptional conditions. If there come a divorce after the demanding of a husband, the children go automatically to the husband, to the man, and the custody of children is always with the man and his family after him. Women heritage is half of that from the men, and women testimony in the court, the value of the testimony is also half of the men in the court. So their life are imbued with discrimination. Also, they should have always a dressing code with which is very special. They should always have the headscarf, and they should always cover their head. I can say Iran is the only country with this is which this is an obligation for Iranian women. Also, the behavior of Iranian women should be very controlled and dictated by the regime. They cannot sing solo. They cannot, even the last years in the presidential of President Rouhani, even the concerts which has the musicians, of female musicians, they were canceled. Even they cannot play an instrument. And the only thing that after the revolution they enjoyed and they can participate as far as they want, that was the studying. But unfortunately, studying at the university is now limited for Iranian women. 4 years ago, before President Rouhani, Iranian women were 67% of the universities. But unfortunately, they brought a quota for reducing the number of women, which after 4 years, unfortunately, we see that now 47% of the universities are female students. This is what it happens in the last 4 years. In the jobs, nothing is better. The Iranian women are only 11 till 12% of the workers in the job market. And of course, this is very disadvantageous for women.
in the sport life of the women, in the daily life, this is also very difficult. As you know, the Iranian women cannot, they don't have the permission to ride a bicycle. And they cannot go on the street, do jogging with the clothes, free clothes, and in the free way. But let's talk about also the professional female athletes in the sport world, which also face a lot of discrimination. As you know, after the revolution of 79, we didn't have any sport female sport for female athletes. But in the 90s began that they again could participate the sport world, but not in the swimming or gymnastic or the other things that they can, like they couldn't participate. But anyway, nowadays we see the athletes which are really successful, like Kimia Alizadeh. But she tells us also that she has done everything herself. She did not have the support from the federation or from the government. All the things was done by herself. And also, as you know, because the hijab and covering the head is obligatory in Iran, the athletes cannot choose their clothes and they should always cover their head, which makes it very difficult to compete and participate in the international world. It is not the easy clothes for competing in a fair situation, and this makes it very difficult for them. And there are athletes who has chosen to don't cover the head, and like the case of Dorsa Derakhshani, some months ago, there was a champion of chess who didn't cover her head abroad in a free competition. And unfortunately, she has been expelled from the national team. So as you know, as you see what it is in her head, as a chess champion is not so important. Why didn't she cover her head? This is what it is important for Islamic Republic of Iran. And we had a lot of other cases, like the case of Shiva Amini, a member of the futsal national team of Iran, who didn't cover her body in a free competition and abroad, and she was also expelled from the national futsal team. Lots of other cases like Samira Haydari, wrestling champion, who just lost her scarf during the game and she didn't recognize, and that's why she was 6 months out of the national team. And also, Iranian athlete, female athletes, they face a lot of other sort of problems, like when they want to go abroad for a competition, they need the permission of their husbands, and sometimes they have the problem with that. Like the last time Zahra Nemati, the first woman, Iranian woman who had the gold medal, who could not go abroad for taking part and participate this games because her husband didn't want. Also, like Niloufar Ardalan last year was the case, and she couldn't take part of the match. Not only the athletes, but also the spectators of the sports, they are discriminated. As you know, Iran, Islamic Republic of Iran, and Saudi Arabia are among the only countries which ban the female spectators to enter the stadiums. And this has been such a long time, and after the revolution almost. But for a volleyball game, it was until 4 years ago this was possible, and the women were numerous inside the stadiums. As you know, they were like 1/4 of the Azadi Stadium with a capacity of 12,000 people. But unfortunately, the Ministry of the Sport of President Rouhani was the first ministry who didn't sell the tickets for Iranian women entering the stadium and attending a match inside the stadium. And as you know, a stadium is like a small society. When you see women discriminated in the stadium, then you know this is how they are treated outside the stadium. And this is against the statute of the federation, international federation, like International Federation of Volleyball and Football and Olympic Committee.
So they should take the responsibility, and they should be beside the Iranian women to help them enter those stadiums. That's what their own statute asks. No match can take place in a stadium that any kind of discrimination is present. This is what they want to do and they should do. But unfortunately, last year, they closed their eyes on this sort of discrimination as well. This was how the Iranian situation nowadays they are in a very short summary of it. But also the human rights activists and women rights activists are not better. They are or in jail or in exile. And this is what our responsibility is, support the women to emancipate themselves, support the women to go forward, and don't close the eyes on the discrimination of the women. This is our duty today because, as we know, as women win, the whole world can win. Thank you for your attention. The next speaker of us is Senator Zandi. He's going to talk on the executions and the penalty in Iran. The graph that you can have a kind of numbers of executions before your eyes. He's also a human rights activist. He worked also on the issue of some totally other thing, and that's environment in Iran. So you take the floor. Merci. با عرض سلام خدمت حضار محترم و با تشکر از نهاد غیر دولتی سودوین که این وقت رو در اختیار بنده قرار داد. در ابتدای عرایزم باید بگم که حق حیات و زندگی جزء اصلی ترین و مهمترین حق انسان ها می باشه و هر عملی که جان انسان و حق زیستن را نقض کند محکوم است و این عمل خشونت آمیز که به طور سیستماتیک از طرف حکومت بر علیه شهروندان صورت میگیرد میتواند خسارت جبران ناپذیر روحی و روانی بر بازماندگان فرد اعدامی و همچنین کل جامعه داشته باشد. کشور ایران یکی از 4 کشوری است که مجموعاً 90% اعدام‌های جهان و به عبارت دیگر عامل 66% از کل اعدام‌های تایید شده در منطقه است. و با وجود ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال در قوانین بین‌المللی حقوق بشر به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهد و شاهد آن بودیم که در سال 2016 در ایران 5 نوجوان اعدام شدند و دست کم 78 نوجوان دیگر در صف انتظار برای اعدام قرار دارند که همین امر باعث نگرانی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری شده است. متأسفانه از ابتدای سال میلادی جدید 227 اعدام در ایران تا 5 ژوئن 2017 صورت پذیرفته است که از این تعداد 84 اعدام مربوط به جرائم قتل می باشند که از این تعداد اعدام 4 اعدام در ملأ عام، اعدام 3 نوجوان به نام های آرمان بحر آسمانی، حسن حسنزاده و شخصی به نام اسقر که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. متأسفانه در یکی دیگر از اعدام ها که در زندان عادل‌آباد شیراز صورت پذیرفت، فرد اعدامی حدود 2 هفته پس از قطع دست اعدام شد. از سوی دیگر تعداد 138 اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر، 7 اعدام مربوط به جرائم تجاوز به عنف که از این تعداد 2 نفر در ملأ عام اعدام شدند، 4 اعدام مربوط به جرائم محاربه که اعدام هر 4 نفر در ملأ عام صورت پذیرفت. همچنین در این مدت 58 نفر به خاطر جرائم مختلف از جمله مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند. اکنون در صف اعدام قرار دارند. در میان این تعداد احکام صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران شاهد نقص قوانین بین‌المللی در موردشان هستیم که میتوان اشاره کرد به احمد رضا جلالی به اتهام همکاری با کشورهای دشمن، مرجان داوری محقق و مترجم متهم به تبانی و اقدام علیه نظام، 2 نفر به دلیل رابطه نامشروع محکوم به سنگسار شدند، 1 کودک مجرم در بروجرد و سینا دهقان که تنها به دلیل یک پست تلگرامی و شهروندان زیادی دیگری که به اتهامات واهی به اعدام محکوم می‌شوند. قابل ذکره که به دلیل نبود شفافیت در سیستم قضایی ایران بیش از 60% اعدام‌ها به صورت مخفیانه انجام پذیرفته
و به همین دلیل نمیتوان رقم درستی از تعداد احکام صادر شده اعدام و اعدام شدگان در کشور اعلام کرد. ولی آنچه مشخص است خیلی از این محاکمه ها به صورت ناعادلانه و شتاب زده بوده و اعترافات به دست آمده تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها به دست آمده که هیچ گونه وجاهت قانونی ندارند. دو نکته در مورد آمار بالا قابل ذکره. یکی تعداد بالای اعدام شدگان مربوط به جرایم مواد مخدره که به گفته مسئولین 5300 نفر در این رابطه در انتظار اعدام هستند. این در حالی است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را همردیف با جرایم مستحق اعدام نمی‌شناسد. دومین نکته در مورد اعدام کودکان مجرم می باشد که متاسفانه در حال حاضر آقای سجاد سنجری، حمید احمدی و پیمان برندا سه اعدامی هستند که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند و در حال حاضر در آستانه اعدام قرار دارند که اعدام آنها نقض فاحش قوانین بین المللی می باشد. ما فعالان حقوق بشر نسبت به اعدام‌های گسترده گروهی و مخفیانه که بدون برگزاری دادگاه‌های عادلانه برگزار می‌شود اعتراض داشته و از جامعه جهانی خواستاریم که با اقدامات عملی از این روند کنونی در جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند. با تشکر. مرسی. میسیس شاله تبریزی، she's going to talk about violence and discrimination against women in Iran, and she's a women rights, human rights activist and the president of ARC Association for Human Rights in Azerbaijan. خانم آقایان، زنان در ایران با قوانین و سیاست‌های شدید تبعیض‌آمیز چه در رابطه با اشتغال و چه در زندگی روزمره به دلیل نبود حفاظت‌های اساسی قانونی با طیف وسیعی از محدودیت‌ها روبرو می‌باشند. نبود حفاظت قانونی کافی موانعی برای زنان در بازار کار ایجاد می‌کند. بر اساس بیانیه‌های مقامات ایران بیش از 48,000 زن شغلشان را بعد از استفاده از مرخصی زایمان قانونیشون از دست دادند. به نقل از دیدبان حقوق بشر، زنان مواردی از آزار جنسی و اعمال سلیقه‌ای قوانین تبعیض‌آمیز برای پوشش را گزارش کردند. در همین رابطه دیدبان حقوق بشر هم از ایران خواسته که باید فوراً قوانین جامعه علیه تبعیض تصویب کند، مقررات تبعیض آمیز در نظام حقوقی کنونیش را حذف کند و حفاظت‌های قانونی را توسعه دهد تا شامل زنانی شود که در بازار کار شرکت می‌کنند. شایان ذکر است که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس شریعت نوشته شدند و تطبیق این قوانین با قوانین بین المللی برابر حقوق زنان با مردان در تمام زمینه‌ها عملاً امکان پذیر نیست. اما دیدبان حقوق بشر فقط به بخشی از زنان اشاره می‌کند، ولی در ایران زنان به درجات مختلف نسبت به خواستگاه طبقاتیشون مورد تبعیض و آزار و خشونت واقع می‌شوند. قوانین زن ستیز همچنان پابرجاست و به موضوع زنان غیرفارس در ایران پرداخته نمی‌شود یا کم اهمیت جلوه داده می‌شود. زنانی که هم اقلیت مذهبی هستند و هم غیرفارس هستند، این زنان چندین برابر مورد تبعیض قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی به این شکل کاملا واقف است، به این مشکل کاملا واقف است و به همین دلیل هم با توسعه پایدار تا 2030 یونسکو مخالفت می کند، چون زنان ملت‌های غیرفارس در ایران می توانند به قسمتی از خواسته هایشان با قبول اصول توسعه پایدار برسند. یک زن بلوچ، کرد، لور، عرب، ترک، ترکمن، قشقایی و غیره بنا به موقعیت جغرافیشون به امکانات رشد دستیابی ندارند. نصف بیشتر این همینطور فرهنگ سازی نمی شوند. زنان کارگر اغلب کم سواد هستند و عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به خودشون ندارند. این زنان از آموزش اولیه حقوقشون محروم هستند. رادیو تلویزیون به زبان مادری ندارند و اطلاع رسانی نمی شوند. سرپرست خانواده و غیره در این مناطق چندین بار مورد تبعیض قرار می گیرند. فقر زنان در پیرامون بسیار بیشتر از فقر
زنان در مرکز می باشد و به ویژه وقتی که زنان غیر فارس از روی اجبار به مرکز مهاجرت می کنند در شرایط فقر مطلق قرار می گیرند. امروز زنان علاوه بر تبعیض با خشونت های خانگی و اجتماعی نیز درگیر هستند و من می خواهم مختصری به مسئله خشونت نیز بپردازم. خشونت بر مبنای جنسیت به عنوان یکی از اصلی ترین موارد نقض حقوق زنان و نقض حقوق بشر تلقی می شود. خشونت علیه زنان در جوامع دارای ریشه های عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی است که در نهاد افراد آن جامعه درونی شده است. در حقیقت عامل اصلی را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در سطوح مختلف زندگی می شود. قوانین پیشگیرانه وجود ندارد و از طرف دیگر قوانین موجود در جمهوری اسلامی در رابطه با زنان نیز مولد خشونت هستند. وضعیت اجتماعی به لحاظ خشونت نگران کننده است. در مورد خشونت علیه زنان در ایران آمار درستی وجود ندارد و من در اینجا مورد آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل را که موضوع تحقیق من می باشد اشاره می کنم. مطمئن هستم این آمار در شهرهای دیگر ایران در بین همه ملت ها چه فارس و چه غیر فارس ممکن است بدتر هم باشد و از طرف دیگر فرهنگ سنتی حاکم در مناطق مختلف ایران و عدم حمایت قانونی از زنان امکان دسترسی به آمار را مشکل تر می کند و در این مورد بسیاری از افراد نمی دانند که مورد خشونت واقع می شوند. مسئله بعدی حفظ اسرار خانوادگی است که به عنوان ارزش در فرهنگ‌های سنتی تلقی می شود. بنابراین مجموعه این عوامل و نبود قانون حمایت از زنان در برابر خشونت به ادامه خشونت کمک می کند. در ضمن سنت ها عموما نمود عریان خشونت هستند که مسئله ناموس و قتل ناموسی از آن جمله می باشد. به گزارش روابط عمومی بهسیستی آذربایجان شرقی به تاریخ 16 خرداد 96 محسن ارشدزاده مدیر کل بهسیستی استان با بیان اینکه استان ما از نظر خشونت علیه زنان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست میگوید در 9 ماهه اول سال جاری شاهد افزایش 57% خشونت علیه زنان بوده ایم و بهسیستی در این مدت 402 مورد مدافع داشته است. گزارش روابط عمومی بهسیستی آذربایجان نشان می‌دهد که میزان همسر آزاری در کلیه مناطق شهری و روستایی استان اردبیل 29.6% می‌باشد. با بررسی ابعاد خشونت علیه زنان مشخص شد خشونت مالی با 33.2% بیشترین نوع خشونت علیه زنان و خشونت فیزیکی با 27.2% کمترین نوع خشونت اعمال شده علیه زنان در استان در سطح استان میباشد. همچنین در این تحقیق خشونت روانی علیه زنان حدود 29% و خشونت جنسی حدود 29.2% در سطح استان اردبیل برآورد گردیده است. با توجه به گزارش و تحقیق نیز میانگین طول مدت ازدواج در استان 16 سال است که بیشتر میزان این مورد مربوط به مرکز استان اردبیل با 20 سال و کمترین میزان مربوط به منطقه به مناطق روستایی خلخال با 9.2% میباشد. حدود 18% از ازدواج های در خانواده های مورد بررسی قرار گرفته از نوع اجباری بوده و از بقیه از نوع اختیاری که در این بین مناطق روستایی شهر اردبیل با 38% ازدواج اجباری بدترین وضعیت را از این لحاظ به خود اختصاص داده است و شهر گرمی با 3.6% از این لحاظ در بهترین وضعیت بوده است. در بحث ازدواج فامیلی نتایج نشان می‌دهد که 31% از خانواده‌های پیمایش شده زوجین دارای نسبت فامیلی با همدیگر بودند. در بین بیشترین میزان نسبت فامیلی بین زوج‌های مربوط به شمال اردبیل با 53.9% میباشد. هرچند دلایل متعدد و بیشماری به عنوان علل خشونت علیه زنان و همسر آزاری معرفی شده، اما در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای نوع روابط قدرت در خانواده، دخالت خویشاوندان، میزان تحریک شوهر، تراکم صمیمیت زوجین، اعتماد بین زوجین، یادگیری خشونت در خانواده، جامعه پذیری جنسیتی و ناسازگاری پایگاه خانوادگی زوجین به عنوان متغیرهای تأثیرگذار اصلی بر روی همسر آزاری مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی
مطالعه نشان می‌دهد در میان علل گوناگون همسر آزاری، خشونت علیه زنان ریشه در دو پدیده فرهنگی مرد سالاری و عدم استقلال مالی زنان دارد و تا زمانی که مرد سالاری به نفع تساوی حقوقی در خانواده حل نشود و تا زمانی که زنان از توانمندی‌های لازم به منظور کسب استقلال مالی برخوردار نشوند، به نظر می‌رسد همچنان خشونت علیه زنان به انواع مختلف اعمال خواهد شد. بنابراین ضروری است هر گونه تلاشی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان در دو بُعد، سست نمودن ریشه های مرد سالاری در جامعه به نفع تساوی حقوقی زن و مرد از یک سو، و ایجاد زیربناهای لازم برای توانمندسازی به منظور کسب استقلال مالی زنان از سوی دیگر مبتنی است. در بررسی انواع خشونت ها، بدترین نوع خشونت های خانوادگی در زمینه تجاوز های جنسی انجام می گیرد که همواره آثار مخرب شدید روحی و روانی و عاطفی را برای زنان به دنبال دارد. خشونت عاطفی و روانی، غفلت و مسامحه و خشونت جسمی بیشترین نوع خشونت گزارش شده است که در بین مراجعین مراکز اورژانس اجتماعی و آمارهای موجود بین مراجعان به مرکز بهزیستی آذربایجان غربی نشان می‌دهد که بالاترین درصد علت خشونت مربوط به خشونت عاطفی می‌باشد. مشاور حقوق خانواده و حقوقی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی اشاره می‌کند که علت وجود همین میزان خشونت‌های احتمالی نبود حمایت‌های لازم، احساس بی‌پناهی، مشکلات خانواده، وجود خلأهای قانونی برای دفاع از حقوق زنان و پروسه‌های طولانی مدت قوانین دادگاهی است که بسیاری از مواقع به این نتیجه مثبتی ختم نمی‌شود. بنابراین این مشاور خانواده و حقوقی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی ضمن اعتراف به تبعیض‌های قانونی علیه زنان و بالا بودن خشونت علیه زنان در این مناطق به تبعیض زبانی و نژادی اشاره نمی‌کند که بزرگترین تبعیض هاست. من خلاصه می‌کنم اینکه لازم می‌دونم به یه نقطه را اشاره کنم که در ایران خشونت نهادینه شده، یعنی این خشونت‌ها از خانواده و از جامعه به کودکان نیز منتقل می شود و اخیرا ما شاهد رواج خودزنی های مختلف از جمله تیغ زنی دختران نوجوان در مدارس هستیم و آموزش پرورش تا کنون هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده است. ممنون و متشکر از اینکه برای زمان. I now give the floor to Mr. Nima Hesabian. Mr. Nima Hesabian is a human rights activist and a member of Human Rights Defending Association from Iran. And he's going to talk about women at the heart of the church growth in Iran and the situation of Christian women. Thank you very much. You have the Thank you very much for having me, Zudwin. And hi, everyone. It's good. It's great to see all of you here. Thanks for coming. I should mention I'm a Christian convert from Muslim background and a church volunteer. And in today's presentation, I'm hoping to give you an overview of the engagement of Iranian women as new Christians and how they risk their lives and their beauty to defy the foulness of theocracy in Iran. More than 30 years have passed since the triumph of revolution in Iran, yet remains a number of questions and ambiguities about the way the Islamic Republic and its laws deal with the contemporary problems and restrictions, specifically with regard to women and their rights. Every aspect of women's existence is closely regulated. How they must dress in public, the subjects they can study at university, restriction on their traveling abroad, and the jobs they are allowed to perform in workplace. Even worse, if they are members of ethnic and religious minorities or have converted to another religion, they have to contend with the gender inequality twice as high as ordinary female citizens. As you might know, Christians are usually perceived as undesirable minorities in Muslim countries. They are subject to extreme persecution, repression, and violence. As we will see, women are traditionally treated as second-class citizens under Islam. And in countries such as Iran, where state laws are based completely on the Sharia, women's lives are entirely dominated and controlled by men. And it teaches some men to consider their wife to be their own property. There was a new news article a while ago about a 35-year-old Iranian woman in Australia who was stabbed to death by her husband simply because he was upset she had converted to Christianity. By examining and comparing the treatment of Muslim women and girls
under the Islam alongside patterns of persecution and violence on Christians in Iran, we are able to gain an understanding of how gender-based violence has become a savage weapon against Christians in this country. Christianity has maintained a presence in Iran throughout the country's long-spanning history, from ancient Persia until today. During this time, its numbers have waxed and waned. However, in recent decades, especially in the last few years, things have grown worse for Christians. Since apostasy against Islam, which can result in death as a punishment, was assigned in Iran's judicial system, almost all of the Christian activity is now illegal. Activities such as evangelism to Bible training, as well as publishing scripture and Christian books, especially in the Persian language, are forbidden. Yet the regime's harsh treatment of Christians only serves to fuel the flames of the Christian church growth, where women have become the driving force. The growth has been seen especially in the underground churches, despite the risk of rejection by the women's families and persecution from the government. They are taking on the roles of evangelists, house church leaders, and Sunday school teachers. The house church phenomenon that has spread in Iran was born as a result of restriction placed on the official churches. A major reason for Iranians' women involvement in the house church movement and their embracement of Christianity is because throughout their life, they are forced to navigate a web of absurd restriction imposed by Islamic laws and traditional beliefs. Islamist clerics' desire is to exert control through their male-dominated system and religion. Just recently, Iran's supreme leader claimed that gender equality is a Zionist plot aiming to corrupt the role of the women in society. Yet he added, in his eyes, the roles of mother and wife are the most important a woman can play. With such backward religious ideology and widespread gender inequality surrounding them, Iran's women are open to any message that gives them hope, and they seek a kind of freedom and salvation the Islamic Sharia doesn't really offer them. Many women and girls are attracted to Christianity in Iran because they gain a new confidence and have found their value in Christ. They are honored and loved, they are wanted, they can come to him just as they are, without any shame. Maryam Rostampour and Marzi Amirzadeh, both raised as Muslim, are two young Iranian women who were imprisoned and faced apostasy charges for converting to Christianity. They had been hosting Bible studies in their home and were distributing Bibles in the capital and few other cities. They were intimidated by their captors in order to renounce their faith and threatened with execution. After intense international pressures, officials released the woman after 259 days. They left the country and published their remarkable story in the book Captive in Iran, where they recount how God used their 259 days in the woman's ward of the notorious Evin prison to shine his light into one of the world's darkest places, giving hope to those who had lost everything and showing love to those in desperation. Prisoner Maryam Naqai Zargan is another example of an Iranian woman's passion for Christ and their impressive engagement in the country Christian movement, as new Christians, by the way. Maryam is a former school teacher who was arrested in January 2013 for her involvement in the church ministry and for preaching Christianity. She is currently serving a 4-year sentence. She has suffered from serious health issues and needs regular treatment. Maryam has been on hunger strike several times to protest against being denied for medical treatment she needs for health issues. Her sentence even was extended to make up for the time receiving treatment outside of the prison. It's hard to predict what will become of the Christian women living in Iran. Their fate is linked to the future of both the Christian minority and the status of women in this country. Furthermore, I just sketched an overall picture of the persecution and discrimination against Iran's Christian women. Unfortunately, no one knows the number of specific persecution victims who suffer this way, and some victims, they have their own reasons for remaining silent because they simply don't want to recount or revisit the brutalities they have endured. Thank you very much.